بالاخره اون ایونتی که منتظرش بودم اومد و گیراب کردن و آیتم لول گرفتم به شدت تو پریپچ راحتتر راحت تر شده به طوری که شما توی نصف روز میتونی کیروتو فول آیتم کنی حتما ادامه این ویدیو با من همراه باش که خیلی راحت واسه کاتا آماده و تو پریپچ پچ بتونی به سادگی گیراب کنی و آیتم لول بگیری خب بچه ها خبری که اینجا داریم اول خبر رو با هم بخونیم بعد به سراغ آموزش نها کنی چینوش رس آف لیچکینگ پی وی پی گیر دیسکانت بای 66% 66 درصد آف خورده آیتم های پی وی پیه. حالا رساف لیچکینگ که الان داریم میریم توی کاتا بالاخره میشه از این استفاده کرد خیلی از بچه ازم از هم میپرسیدن که خود چرا آموزش گیراب و آیتم لول گرفتن توی پیری رو نمیذاری تو چند تا از ویدیوها قول داده بودی که آموزش آیتم لول گرفتن رو بذاری من منتظر همین بودم بچه توی پریپچ پچ لیچکینگ هم وقتی از تی داشیم وارد لیچکینگ میشدیم یه همچین ایونتی گذاشته بود بلیزارد که شما توی نصف روز توی روز میتونستی بری هیرو تو فول آیتم کنی و من منتظر بودم این ایونت بیاد بعد در موردش ویدیو بزنم امروز یعنی 13 ساعت پیش این ایونت اومده و ما می‌خوایم بریم و... و ما امروز میخوایم ببینیم که چه جوری میشه با این دیسکانت سنگینی که خورده توی نصف روز رو فول آیتم کنیم خب برای اول از همه می‌ریم تو بازی جای این وندور رو من بهتون نشون بدم این وندوری که الان 66 درصد آف خورده کجاست چون مپ یه خورده تغییر کرده و ویدیوهایی هم که الان هست یا گایدایی هم که تو اینترنت هست واسه حالا لیچ شما شاید پیدا کردن جای وندور براتون یه خورده سخت باشه من خودم یه خورده شدم تا جای وندورش پیدا کنم قبلا وندورش بچه ها اینجا بود که الان اینجا تبدیل به بانک شده خب الان وندورش اومده بالاتر این قسمت که دارید میبینید میرم توش بچه دقیقا توی این این خونه ها که موسم روشه اینجا وندور پی وی پیه. خب قبلا پایین بود الان اومده بالا این وندور رو بچه میبینید قیمت آیتم هایی که اینجا هست چار تا آنر میخواست یا پنج تا آنر میخواست شست هفتاد درصد آف خورده هر آیتم رو تقریبا شما با چار ست ست تا دونه آنر میتونید بگیرید باید بدونید که شما کافیه مثلا برید یه دور توی دا... یه دور یه بتل گراند رو برید تو بیای بیرون 400 500 تا آنر بهتون میده خب و شما مثلا چند تا استاد داره یک دو سه 4 5 6 7 8 16 تا اسلات داره حدودا هیروتون شما 15 تا بتل گراند توی روز که خیلی راحت میشه زد 15 تا بتل گران بزنید هیروتون فول فول میشه خب بعد نگاه کنید آیتمایی که رو روی من هست بچا دقیقاً آیتمای پی وی پی تی بی سی یعنی توی تی بی سی که داشتیم میمادیم لیچ کینگ همین ایونت رو گذاشت من رفتم با این ایونت هیرومو فول آیتم پی وی پی تی بی سی کردم و تا الان آیتمام به درد... تا همین الان این آیتما به درد هیروم میخورد خب درسته من تنبلی کردم نرفتم آی سی یا دانجن بزنم و آیتم بهتر بگیرم ولی واسه کاری که من داشتم میکردم اون حالا فارم سادی که من داشتم انجام میدادم این آیتما کاملا واسه هیروی شما کافیه خب و الان هم شما میتونید برید آی سی, سی بزنید نمیدونم شادو مورن بگیرید آیتم لولای بالا برید بگیرید ولی فایدهش چیه به محض اینکه پچ جدید بیاد و هیروتون شما از 85 از 80 تا 85 لول اپ کنی همه آیتم های قبلی رو باید بندازی دور بری آیتم جدید بگیری پس صرفا شما یه آیتمی ای رو میخوای که توی این لول اپ بین 80 تا 85 بهت کمک کنه و همین آیتمی ای که این وندور واسط میفروشه بهترین آیتم واسه لول اپ با کمترین هزینه و کمترین وقت اچه فقط همین یه وندور سه 3-4 تا وندور اینجاست که آیتم های مختلف میفروشه مثلا این نک میفروشه بعد مثلا این بغلیش مثلا ریستو و ریست میفوشه به اینجا ببینید دیگه استاتاشو نگاه کنید اونی که بیشتر در به درد هیروتون میخوره رو بخرید قیمتاش هم چست من 400 500 تا کلا آنر میخواد حالا چه جوری این آنری که واسه خرید از این وندور هست ما جمع کنیم و بیایم هیرومون رو اینجا فول آیتم کنیم بچا خیلی ساده است قبلا شما باید پا می میرفتی خود جلو داره حالا اونجایی که بتل اجرا میشه اونجا وایسی سی ای اف کی تو بتل الان میتونی هر کار دیگه که تو بازی میخواد انجام بدی اچ کیبورد بزنی و از اینجا خیلی راحت مثل دانچ فایندر جوین بتل چی میبینی بتل های مختلف داره واسه هر بتل هم تقریبا زده که شما مثلا چند تا آنر پوینت میتونی بگیری و اینا ولی مهمترینش وینتر می بینید میبینید وینتر که سه ساعت هر سه ساعت یه بار وینتر میاد شما حالا مثلا بتل های دیگر رو بزنید بینش هر موقع بتل وینتر گراس اومد رو وینتر گراس کلیک کنید و جوین بتل بزنید حالا من نمیخوام بتل بزنم بهتون نشون بدم خیلی ساده بچه بتل گراند اگه هیچ هم ازش بلد نباشید کاملا راحت میتونید برید اون تو آنر بگیری چون خیلی راحته کافیه بری تو بتل گراند واسه هیچ کاری نکنی فقط اف نکنی بقیه بچه‌ای که تو بتل گراند هستن بتل گراند واسه شما میزنن تموم میشه حالا یا میبری یا میبازی و الاخره یه مقدار آنر میگیری و اگه شما یه صبح تا شب اسپم بدی باتل گراند زدن اونقدر یه آنر جمع میکنی که بیای رو تو فول آیتم کنی خب پس نکته مهمش اینه بچه ها مهمترین باتل که حتما باید بزنید این باتل وینتر حالا سعی کنید این باتل که کولان داره مثل وینتر گرسپ فور, فور براد رو بیشتر بزنید وقتی اویبل بود چون خب پوینت خیلی بیشتری بهتون میده این نکته نکته دوم بچا توی مپ های نورسرن توی مپ وینتر گرسپ خب همونطور که میبینید هم اینجا یه عالمه پو... کوست پی وی پی داره هم این بغل یه عالمه کوست پی وی پی داره برید تو مپ وینتر گرسپ این کوست های پی وی پی رو بگیرید کافیه یکی دو تا حالا بتل خود تو خود وینتر بزنید تا این کوست های پی وی پی کامپلیت شه این کوست های پی وی پی هم معمولا بهتون بونس آنر میدن خوب یعنی شما یه بتل گراند میزنی مثلا تا آنر از بتل گراند میگیری یه کوست هم کامپلیت میشه 2300 تا آنر هم از کوست میگیری بعد پا میشی میری با 400 تا آنری که جمع کردی یه تیکه آیتم از این وندوری که اینجا هست میخری یه نکته خیلی مهمی که باید بهش اشاره کنم اونم وندور الاینس آقا من هیروم الاینسه اصلا نمیتونم بیام تو اوگریمور وندور پی وی پی که نشون دادی توی الاینس کجاست باشه دقیقا این ام پی سی که اینجا میبینید اسمش هست لیتونت تا چیز مایا دقیقا این قسمت از مپ استون وین توی اولد تاونش که برید توی اون قسمت از قلعه میتونید این خانم رو پیدا کنید که این خانم دقیقا همطور که میبینید مثلا آیتم های پی وی پی واسه تون میفوشه بچه که میبینید مثلا قیمت آیتم ها 1300 آنر 2100 تا آنر قیمت خیلی بالایی داره آیتم ها. ولی الان که آف خورده شما به قیمت 300-400 آنر خیلی مفتمان میتونید این آیتم ها رو بخرید پس یکی از ساده ترین روش هایی که میتونید انجام بدید بچه همینه اسپم بتلگران اسپم بتلگران مخصوصا بتلگران وینتر هر موقع شد بزنید و مخصوصا کوست های حالا دیلی و ویکلی که تو خود وینتر گراسپ بهتون میداره بچه حتما برید بگیرید من این کوست ها رو نگرفتم که شما ببینید که کدوم کوستا رو دارم میگم دقیقا این کوست هایی که این باله مپ وینتر و این چپ و این سنت چپ وینتر گراسپ این تا اینجا بچه ها راحت ترین روش آیتم لول گرفتن توی پیری همینه خب و شما خیلی راحت میتونی هیرو تو فول آیتم پی وی پی کنی و بعد ببینید که آیتم های خیلی خوبی هم هست بچه درسته خفن ترین آیتم تو بازی نیست ولی اونقدری کافی هست که شما راحت باش لول کنی و لول 80 تا 85 بری بالا الان بری آیتم های خفن آی سی, سی رو بگیری وقتت فقط تلف شده کلی بعد وقت بذاری نه هم ده روز 20 روز پول وقت بذاری بری آی سی سی بزنی دانجان های خفن بزنی آیتم های خفن جمع کنی بعد وقتی لول 85 همه آیتم ها رو بعد بریزی دور پس چه کاری بیا همین آیتم های پی, وی پی رو بگیر باید و یه سری ها هستن میگن آقا با من میخوام آیتم پی وی ای بگیرم خب اصلا اصلا از آیتم پی, پی بدم میاد یه سری کارا میشه که آقا میشه با دانجن زدنم تقریبا خیلی سریع سری گرفت کردم بهتون توضیح میدم خب بچه خب من توی دلارانم، دلاران دقیقا این قسمت که من دارم میرم خب منطقه هورده خب حالا واسه الانسش هم بهتون نشون بدم نکنید خب بچه دقیقا این روبرو دقیقا اینجا میبینید پرچم الانس زده اینجا میبینید دوست پرچم الانس زده من نمیتونم وارد اینجا شم چون خوردم خب دقیقا این ته ته این ساختمون جایی که من دارم میرم واسه الانسا حالا واسه هوردش روبروشه گفتم اول جای الانسا نشون بدم واسه هورد بچه دقیقا این روبرو میبینید پرچم هورد زده اینجا وارد میشید تر ترش یه ساختمونه تو این ساختمون بچه ها خب اینجا یه عالم وندوره همطور که گفتم دقیقا لوکیشنش واسه الاینس روبروش اون دلارانه دالارانه خب اینجا یه عالم وندوره این وندورا بچه ها آیت کرده. این کل اکشنوس اشتباهش گیری کردم این وندورا خب آیتم های مختلفی واسه شما میفروشن و واسه خرید از این وندور شما نیاز به جاستیس پوینت دارید دقیقا چیز که دارید میبینید و واسه اصلا یه وندور دیگه هم بهتون نشون بدم اصلا این بچه این, آ... این وندور با جایس... جاستیس پوینت آیتم های خیلی خفن به اون میفروشه آیتم هایی که حتی, حتی حت میتونید مثلا واسه کارکتر های دیگه تونم هم بفرسید همطور که میبینید باین تو بلیزارد اکانت خوب اینجا یه عالمه وندوره که شما از این وندورا میتونید خرید کنید واسه خرید از این وندور معمولا جاستیس پوینت میخواد این اصلا این 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 فینگر رو نکو بک میفوشه خب بازم جاستیس پوینت میخواد و این وندوره این وندور بچا اسپایدر اسنس میخواد که تو جلوتر توضیح اینو کجا میتونید به دست بیارید به هر حال اینجا یه سری وندوره یا مثلا این این وندور که دیفیلر اسکورجستون میخواد که این دیفیلر اسکورجستون رو شما از دانجن های گاما میتونید به دست بیارید خب میتونید به دانجن بزنید دیفیلر اسکورجستون و جاستیس پوینت جمع کنید و بعد بیاید از این وندورا آیتم بخرید به از اینکه تو خود دانجن هم براتون آیتم دراپ میکنه خب حالا نکته ای که داره شما یه سری کوست دیلی و ویکلی دارید باز تو دلاران که این قسمت از دلاران که من دارم میرم کنید این قسمت از دلاران شما یه سری کوست نکنید ملت جمع شدن یه سری کوست دیلی و ویکلی دارید همونطور که میبینید که این کوستا رو اگه بزنید بهتون جاستیس پوینت همونطور که میبینید بهتون میده خب. پس میتونید برید این کوستا رو بگیرید واسه جمع کردن جاستیس پوینت به همین راحت جاستیس پوینت جمع کنید و برید از اون آیتم از اون را خرید کنید حالا چه جوری این کوستا رو بعد کامپلیت کنیم و کلا چه جوری جاستیس پوینت یا دیفیلار اسکورجستون میتونیم جمع کنیم گزینه آی رو کیبوردتون بچه‌ها میزنید و از اینجا جوین دانجن میشید جوین دانجن آلفا بتا یا گاما خب 100 درصد اصلا دانجن آلفا آیتم لول 187 میخواد دانجن بتا تا لول 200 میخواد و آیتن گاما آیتم دانجن گاما تا لول 210 میخواد هیرو خود من آیتم لول کافی واسه جوین دانجن دادن نداره واسه میخوام برم آیتم لول بگیرم اگه جوینش کنم از دانجن نمیتونی سی بدی خب بعد دانجن های معمولی تو لول اپو جوین بدی تا یه خورده آیتم بیاد بالا بعد بتونی از اینجا جوین دانجن بدی دانجن زدن یه خورده سختتر از اون بخش اول بتل گرانده بتل گراند بچه شاشتونی شاشتونی یعنی اصلا نیاز نیست تو چیزی بلد باشی جوین میدی واسه خودت فقط موو میدی بقیه بچه ها میزنن چیزی اصلا عجیب قریبی گونده است میزنن پوینتش تا آخرش میگیری خب یعنی هیچی هم بلد نباشی با اون روش اولی که تو ویدیو گفتم شما خیلی راحت میتونی آیتم لول بگیری ولی این روش سخت تر آقا بعد دانجنا رو بلد باشی اگه بلد نباشی کیکت میکنن ریپورتت میکنن واسه همین به هر کسی اینو پیشنهاد نمیکنن بای دی اگه کسی میخواد حالا یه سری آیتم پی وی ای بهتر بگیره میتونه از این سیستم استفاده کنه از طریق دانج فایندر بره دانجن بتا آلفا و گاما بزنه از اون کارنسی ها جمع کنه بغیر از اینکه تو خود دانجن براتون آیتم دراپ میکنه بعد به اون کارنسی که جمع کردید بیت از این وندوری که تو دلاران هستم آیتم های جداگونه خرید کنید بازم میگم بچه خیلی ایزی شما با اون روش اولی که گفتم تو یه روز میتونید هیروتو فول آیتم کنید فول پی وی پی کنید خب و همون آیتم واسه لول اپ بین 80 تا 85 کافیه و به نظر من این که الان بخوای بری دانجن گاما بزنی بخوای بری رید آی سی, سی بزنی واسه اینکه آیتم بگیری فقط داره وقتت تلف میشه چون با دانجن زدن شما تو یه روز نمیتونی هیلوتو فول کنی ده روز پوی هم باید دانجن بزنید تا هیلوت یواش یواش فول چه. یا با رید زدن شما باید دو سه چار هفته پوی هم رید بزنی تا تازه اگر راد بزن تو رید تا هیلوت یواش یواش فول چه. خب و این وقت زیاد ارزشش رو نداره در حال حاضر که توی پیری پچ هستیم بهترین موقعیت همون سیستم پی وی پیه که اول ویدیو بهتون توضیح دادم امیدوارم این ویدیو تونسته باشه بهتون کمک کنه اگه تونستید به توسط این ویدیو برید گیراب کنید و آیتم لول بگیرید یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوهای آموزشی بیشتری واسه کاتاکلیس کلاسیک باشید ماچ به کله همتون دوستتون دارم زیاد